سلام بچه ها، شب و روزتون زیبا. من علی هستم از کانال دنتاریست، دانشجوی ترم 12 دانشگاه شهید بهشتی رشته دندانپزشکی. خیلی خیلی خوش اومدیم به کانال من در این محیط زیبا، کافه بهشت در دانشگاه شهید بهشتی. یک ویدیو جداگانه میذارم از این کافه که توی دانشگاهمون هست، فوق العاده است، اصلا نمیخوام الان اسپویلش کنم. امروز در رابطه با یک مقوله بحث برانگیز با بامزه میخوایم صحبت کنیم، ببینیم آیا نقطه ضعف، آیا میتونه باعث پیشرفت ما بشه یا نه. بدون حرف اضافی معطلی بریم سر اصل مطلب. من یه تعریف کوتاه از کراش بدم با یه گوگل ساده، هم خودتون دسترسی دارین. کراش یعنی یک احساس قوی از جنس رمانتیک و عشق برای کسی که معمولا نه بیان میشه نه دوام داره، یعنی تو خودش خیلی نکته ها داره. موضوعی هستش که احساس من بهتره در رابطه باش صحبت بشه، یه ذره باز بشه، بررسی شه، ببینیم مثلا چی و چیه. حالا من خودم زمانی که مدرسه بودم، اوایل دبیرستان، اواخر راهنماییم به نظام جدید میشه، مثلا 8 و 9 اینها، به شدت آدم احساسی بودم و حالا هر چقدر که بالاتر اومدم سعی کردم که کنترلش کنم و اینها. و بعدها که رفتیم و درسش رو یاد گرفتیم، البته اصلا توهینی نمیخوام بکنم به هیچ کدوم از شما، اما متوجه شدیم که یه سری مواد هستن که غلظت‌های مختلفشون در خون خیلی در رفتارهای شما تعیین کننده است. ان شاءالله خودتون میرسید و یاد هم میگیرید. بچه هم تو که خیلیاتون میدونید، من دبیرستان و راهنمایی توی الهلی بودم، سنفادی بودم، هلی 3 بودیم توی تهران. از همون اول که وارد شده بودیم، یعنی مثلا سن من سن 11، متوجه شدم همون اول که با یه سری آدم سر و کار دارم، یعنی جامعه‌ای که تو مدرسه داشتیم جامعه‌ای بودن که خیلی از سن خودشون جلوتر بودن، یعنی مغزشون اینجا بود، مثلا جسمشون اینجا بود، فیلمای خوب می‌دیدن، کتابای خوب می‌خوندن، خب خیلی جلوتر از زمان خودشون بودن. سن من مثلا رسیده بود به سن بین 13 تا 14، اصل سن بلوغه دیگه، این خود سن بلوغ. رفتم خونه یکی از اقواممون، یادم میاد اقوام خیلی دورمون بود، بعد مثلا دخترش که شاید 3 یا 4 سال از من بزرگتر بود، اونم کنکور نداده بود یا کنکوری بود، گفت آره یه فیلمی هست بیا ببین، مثلا خیلی بامزه است و اینا، خیلی جالبه، رنگی رنگی، به نام های اسکول میوزیکال. خیلی بامزه بود، همونطور که گفته بود مثلا خیلی محیط رنگارنگ جذابی داشت، خیلی آدما خوب تعامل می‌کردن با هم دیگه درش. و داستان یه گروه 6 نفره بود از چند تا دانش آموز توی یه دبیرستان توی آمریکا، و اتفاقاتی که میافتاد بینشون دیگه، A B رو دوست داره، نه B C رو دوست نداره، روتین همیشه یه فیلمای همه فیلمای تینیجری عالم. خب من اون موقع انگلیسی اصلا بلد نبودم، یعنی تنها دستاوردم تو زبانم بود که A B C رو تا X Y Z بتونم به ترتیب بشمارم. برای همین چون زبان انگلیسی خوب نبود و این سابتایتل فارسی هم نداشت، این ویدیو صرفا این که ویدیو شد، یعنی قسمت‌های موزیکال فیلمو می‌دیدم، گفتم خب اوکی باحاله. فامیل دورمون همون خانم به من پیشنهاد کرد که آره اینو بگیر ببر مثلا تو فلشت بریز، مثلا ببر خونه ببین و اینها، باحال خوشت میاد اینها، خوب باش. و اون موقع که گفتم باشه، به خوابم نمیدونم مثلا دو هفته یا سه هفته بعد من ابسست میشم با این فیلم به معنی واقعی، یعنی شب و روزم با این فیلم و هایلایت های 3 قسمت های اسکول میوزیکال 1، 2 و 3 بود میگذره. اتمسفر ویدیو اینقدر رنگی رنگی و باحال بود، فیلم دیزنی بود دیگه، فیلم دیزنی دیگه، تینیجرهاش خودتون میدونید چه جوریه. داستان 3 آقا و 3 خانم بود، یعنی یک گروه 6 نفره، اینها کاراکترهای اصلی داستان بودن دیگه. هر کدوم گروه داشتن توی مدرسه، مثلا تیم بسکتبال خفن، خود مدرسه مدرسه خیلی خفنی بود. شده بود یک بوت برای من دیگه. دیزنی هم که خودش استاد اینه که یه جوری رنگامیزی کنه ویدیوهاشو که دلت بخواد، و کراش خورش خیلی ملسه دیگه. خب ببین یه بچه 14 ساله چجوری با این قضیه مثلا کنار میاد. من میشه خودم با همون استیج، همون مرحله 14 سالگی رو در نظر داشته باشم، من میشه خودم میگفتم که خب اوکی این یک جامعه آرمانیه برای من، یک جامعه ایدئاله و من باید به این برسم. خب این جامعه کجاست؟ آمریکا. پس من باید برم آمریکا. چی کار کنیم؟ باید خیلی خوب درس بخونم. چرا؟ چون یکی از معلمای اون موقعمون که مثلا 23-24 سالش بود، یعنی از الان من 1 سال 2 سال کوچیک‌تر بود، میگفتن آره فلانی تو پزشکی تهران، دکتر فلانی مثلا انقدر خفنه، دانشگاه‌های مثلا آمریکا و این آلمان و این ورما براش صف کشیدن، نمیدونم اینوایتش میکنن که بیا دانشگاه ما فول فاند با بورسیه تمام مثلا درس بخونه و این صحبت‌ها. پس من اگه درس بخونم میتونم به همین جایی برسم، میرم آمریکا، جامعه آرمانی خودم رو که اون موقع تصویر دیزنی بود برای من میسازم، میرم با همون آدمایی که همیشه با هم میرقصن، نمیدونم توی حالا کالجشون، حالا اون فیلمی که من میدیدم های اسکول بود دبیرستان، یا حالا کلا توی دانشگاهشون،
همه با هم خوبن، چیزای به حساب اون موقع که برای خودم استدلال داشتم، خب حالا من باید چیکار کنم؟ درس بخونم. سریع‌ترین راه چیه برای اینکه درس بخونم؟ المپیاد. رفتم ببین انقدر این ویدیو در من تاثیر داشت که من مرحله اول المپیاد هم که ریاضی بود هم قبول شدم، مرحله دوم نشدم. متوجه شدم که خب شاید یه کوچولو برام سخت باشه این قضیه. راه بعدی چیه؟ کنکور. پس من باید رتبه خوبی بگیرم، دانشگاه خوبی قبول شم، رشته خوبی قبول شم و جزو رنگ ها باشم که اون افرادی که مثلا توی خارج هستن منو ببینن و بیان منو بگیرن و ببرن برسونن به اون جامعه آرمانی خودم. این ماجرا منو تو مسیر درسی قرار داد دیگه، یعنی یه جامپی زدم مثلا تو همون سوم راهنمایی، گفتم خب اگه من قرار آدم درس خونی بشم پس از همین الان باید شروع کنم تمرین کنم فلان. اینا منو تبدیل کرد به یه آدم درس خون. حالا یکی از شخصیت های اون ویدیو، یکی از همون شیشتا، یه خانمی بود که اسمش بود شارپی. احساسی داشتم به این آدم خیالی، خب که مثلا شاید اون موقع توی فیلم منطقا باید مثلا 17 18 سالش بود ولی در واقعیت 22 سالش بود دیگه. یعنی این یکی از فولایی که دیزنی میکنه و اعتماد به نفس همه تینیجرهای دنیا رو میاره پایینه که آدمای 21 2 ساله رو میذاره در نقش آدمای 17 18 ساله و مثلا این پسره مثلا توی 17 سالگی مثلا جمینا سیکس پک داره فلان داره، در صورتی که یارو 22 سالشه بابا، کلا رشد جسمانیش و اینها رو داشته. یادم مثلا یه بار توی مجله نود داده بود این بازیگر و من مثلا انقدر بانده احساسی داشتم که گفتم چرا این کارو کرده، این مثلا نباید تصورش توی ذهن من به هم می‌زد اینها. خیلی ناراحت شدم. یادم میاد الان که فکر می‌کنم اینا خب چی شد، چرا اصلا چی، یعنی چی ایده پشتش چی بود که من بعد از این قضیه ناراحت شم. کراش دوممو میخوام براتون تعریف کنم. تو همون دوران 15 16 سالگی اون پیچی که دقیقاً روبروی خونه سابق گوشه، حالا بچه‌ها میدونن میرسن تا پارک میآورن اینها، یک پوستر خفنی گذاشته بودن از کی؟ خانم لیلا اوتادی. بله خانم لیلا اوتادی به یک حالت خیلی اینجوری مثلا نصف صورتش سایه داشت، نصف عمرش هایلایت بود و اینها، نمیدونم تیزر کدوم کوفتی بود، یه چیز خفن ازش در یک ابعاد بزرگ زده بودن به طوری که شما میخواستی بپیچی بری به سمت پارک نیاوران و سمت مدرسه ما، اون هی روبروت بود دیگه. بعد یه موزیک خیلی فول انرژی میذاشت اون موقع رادیو، معمولا ما تاکسی میمدم مثلا رادیو جوان پلی میشد، من گفت سلام فلان اینا، سلام جوان ایرانی فلان، یعنی هایپ هایپت میکرد دیگه. یعنی در اون ساعت که مثلا ساعت 7 صبح بود من آهنگا رو میشینم دیگه، هایپ پای بودم که دیگه الان من میرم مدرسه میترکونم، نمیدونم داغون میکنم، نمیدونم زیست و شیمی و فیزیک و اصلا دنیای منه با این صحبت ها. اینم میدیدی؟ بعد میگفتم خب اصلا خیلی این کراش منه. اینجوری بود که مثلا یکی اومد گفتش که آره یه چیلا خداداد نامی هست که حالا میشناختیم، بعد میگفتن چی شده؟ زنه یه دندان پزشک شده. گفتم پس من باید مثلا دندون پزشکم، راهشو پیدا کردم. مثلا دندون پزشک میشی میری مثلا همه بازیگرا خفنا میریزن دور و برت، بعد انتخاب میکنی مثلا این نه اون نه، مثلا خانم نیوشا زیغمی نه، خانم تناز طباطبایی نه، خانم لیلا اوتادی خودتی، مثلا بیا از این بعد با هم هنگ اوت کنیم. پس بعد من دندون پزشک بشم، پس بعد رتبه خوبی تو کنکور بگیرم. پس هی شروع میکنم درسام بهتر میخوندم و اینها، همون مسیر درسی که بودم از من یه نیتروی هم افتاد پشتم دیگه، بگاز رفتم سر جلسه کنکور دیگه در مثلا دو سال بعدش و اینها. قطعا آدم توی 18 سالگی که میخواد بره سر جلسه کنکور، من نیمه دوم بودم توی 19 سالگی، زمین تا آسمون مغزش فرق میکنه با دوران 15 16 سالگیش دیگه. میخوام بگم همه اینا کمکه که توی این مسیر بیفتم. یعنی فکر نکنید من رفتم سر جلسه کنکور مثلا قیافه لیلا اوتادی تو ذهنم بود که مثلا تست زیستو میدیدم میگفتم آها لیلا اوتادی پس مثلا گزینه درست اینه. این نه دیگه، اولین روزی که رفته بودم تو هلی، همون هفته اول از بچه ها تنگ سطح زبان گرفتن، تا اونا که زبانشون خوب بود، یعنی سنمون 11 سالی نبود، اونا که زبانشون خوب بود برن یه جا بشینن، اونا که مثلا زبانشون متوسط یه جا، از A تا E یادمه که گرید بندی کرده بودن دیگه. این فیلمی که من روز و شب می نه سابتایتل نداشت، سابتایتل فارسی، سابتایتل انگلیسی رو خودش به صورت چسبیده داشت، لول زبان من رو از ای رسوندن به بی، یعنی یکی مونده به آخر، چون هر سال این تنگ سطح ما داشتیم توی مدرسه همون و به من زبان انگلیسی یاد داد. شخصیت آقایی بود که کل مدرسه مثلا دوستش داشتن و توی فیلم اسمش تروی بود، حالا نمیدونم اسمش درسته یا نه، به عنوان یک رول مدل بود، یعنی اون چیز آرمانی، حالا کراش که نمیشه اسمش رو گذاشت.
چیزی که همه ایدئالای تو رو داره به عنوان یک مرد یا یک پسر یا هر چی. من کاری کرده بود که مثلا خب من فهمیدم موام با اینکه موج داره اوکی، یه چیزی هست به نام اوتومو، میتونی مثلا موهاتو بگیری از سشوار هم بهتر قشنگتر درست کنی، یا مثلا چون خیلی خوشتی بود مثلا میکردم مثلا تو مدرسه هر روز یه پیراهن بپوشم، مثلا کل پولامو خرج میکردم برای اینکه لباس بخرم. نمیدونم فهمیدم که مثلا چه میدونم باید اوتکلون بزنم. هنوز که هنوز من این اوتکلون زمان اون دوران خودمو دارم، گهگوداری ازش استفاده میکنم. و چون این پسر، این پسرک در فیلم بسکتبالیست بود، باورتون نمیشه که من از صفر رفتم و بسکتبال رو یاد گرفتم در حد ایدئال و خفنش. یه تیم مدرسه هم رفتم، حتی اون سال توی مدارس تهران دوم هم شدیم. حالا همین بسکتبال باعث شد که مثلا من با شخصیت های NBA آشنا شم. نمیدونم فهمیدم مثلا لبران جیمز چه آدم خفنیه. حالا پس بچه ها باید برای اینکه خفن باشیم مثلا لبران جیمز باید بریم باشگاه، مثلا بدنمون خفن شه و اینا. مثلا 16 سالگی ما میرفتیم باشگاه مثلا با دوستام، یعنی اونجوری علاوه ورزشی هم باعث پیشرفت من شده بود. بگذاریم، با همون تز من در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی قبول شدم در سال دوم، اوایل سال دوم دانشگاه. این نمیدونم اسمشو کراش بذارم یا نه، چون با اون دختر کماکان از دور همو دنبال میکنیم، صحبت میکنیم، شاید خودش هم الان این ویدیو رو ببینه و راضی نباشه که من این صحبت رو میکنم. اسمش اصلا نمیارم. ما به همراه یه چند تا از بچه های دانشکده خودمون رفته بودیم یه خونه سالمندانی بود بالای ولنجک، مثلا رفته بودیم اونجا حالا حالت مثلا عیادت تور قبل سال تحویل و این صحبت ها. من خودم هنوز باد اینو داشتم، یعنی اینجوری راه میرفتم که مثلا خب من دندون پزشکم، مثلا همه دنیا باید در تصرف من باشه و از این فازایی که آدم اوایل داره. همتون هم اگه قبول بشید خواهی داشت قطعا. وقتی اونجا بعد مسئول اونجا گفتش که آره یه گروهی هم دارن از دانشگاه بهشتی، یعنی علوم پزشکیش نه اون قسمتی که مهندسیه، میان کانون موسیقی ان اونجا برنامه اجرا کنن. من گفتم خب باشه بیان. بعد یه کسی نشست و یه گیتار دستش بود، مثلا گیتار نایلون، هم گیتاری که الان دست من هست و اینها، و یه قطعه خیلی زیبا زد. برای من یه چیزی حالتی داشت که مثلا خب عشق در نگاه اول، اوکی مثلا این همونیه که مثلا کلا اون چیزی که من با یه بازیگر فلان و بیسار اینه کامل اینجوری پاک شد و گفتم نه مثلا این بود اون کسی که توی ذهن من بود و اینا. مثلا تا الان کجا بودی ای بابا فلان و بیسار این صحبت. قسمت زجرآورش این بود که ما 9 تا دندونپزشک بودیم در واقع دانشجو ترم 3 سال 2 دندونپزشکی، جوجا بودیم کوچولو، مونده بودیم کنار دیوار و مثلا داشتیم برای یک همچین دختری دست می‌زدیم همه که مثلا می‌گفتیم، یعنی تحسین می‌کردیم توی ذهنمون که مثلا این چقدر خفنه، با اینکه مثلا رشته‌اش رشته خوبی نبود، فکر کنم بهداشت و اینها بود. و من توی ذهنم اومد که نگاه کن، من با اینکه همون غرور در واقع ایگویی که آدم یه رتبه خوب میاره رشته خوب قبول میشه کماکان مونده بود بعد یک سال توی من، ولی مثلا کسی منو تحویل نمیگیره یا مثلا چقدر نگاه‌ها روی این آدم هست و چقدر در واقع کردیت میدم به هنری که این فرد داره، حالا گیتاری که اون موقع میزد و اینها. خب باید چیکار کنیم؟ من باید گیتاریست شم که مثلا بتونم هم لول این آدم شم، یا حالا اگه خواستیم با هم اوکی شیم من چیزی کم نداشته باشم. مثلا مهم نیست که من دندون پزشکم یا هر چی که هستم، من باید توی این قضیه هم لول این آدم شم. نمیدونم برم تو جامعه اینا این خیلی خفنن. یه کانی علی مثلا تو اینستاگرام استادش رو پیدا کردم، رفتم به استادش تکست دادم، مثلا می‌خواستم یه جوری از اون طریق مثلا چیز شم، خودم رو در واقع بکشونم بالا. و خب اون استاد تا همین الان که 6 سال از اون 5 سال 6 سال از اون قضیه میگذره استاد من هست. این چیزی که فهم میکنم صرفا میخوام 4 تا آکورد یاد بگیرم که فقط بگم صرفا من گیتاریست هستم، برای من موند. یعنی حتی اون آدم هم رفت و این سازش دست من موند و من تبدیل به گیتاریست کرد. به همین راحتی دیدن یک آدم و الهام گرفتن ازش و این حس خلایی که تو خودت داری که یکی یک چیزی داره، یک ویژگی داره و تو نداری، پس تو خودتو باید بکشونی بالا که به اون برسی، هم لول شین، حالا هر اتفاق. این آدمایی که توی زندگی من اومدن و رفتن از اون جایگاهی که بودم یه ذره هول میدادن بالاتر به سمت مهارت‌های جدید و آدم یا کاراکتر بهتری شدن. حرفم چی بود؟ این همه داستان سرای کردم سرتون رو درد آوردن. کراش داشتن اصلا نه تنها نقطه ضعف نیست که یک فردی هست و یک احساسی بهش دارید و هرچند بهش نرسید، بلکه میتونه باعث پیشرفت شما باشه. همه چی برمیگره به نوع نگاهتون که چجوری با این قضیه برخورد بکنید. آیا شما وقتی یک فردی رو میبینید که از شما خیلی بهتره، یا حالا ویژگی‌هایی داره که شما ندارید، خیلی به نظر دست نیافتنی میاد، یا حالا هر چی، چجوری با این قضیه تعامل میکنید؟ در نقطه ضعف میمونید
یا سعی میکنید خودتون رو بکشونید بالا تا به لول اون برسید. اینا همه بیس علمی داره. یک زمانهایی در طول زندگی آدم قلیان و جوش و خروش احساسات، یعنی خیلی افسار گسیخته تره، غیر قابل کنترل تره خیلی از احساساتی که در آدم به وجود میاد و رفتارهایی که به تبع اون سر میزنه. بنابراین فرصت به خودتون بدین تا اینها جا بیفته دیگه. یک چیزی هم بگم، چون میدونم خیلیاتون فیلمای تینیجری میبینید، کامنتای پای ویدیوهای در واقع هایلایتای از همین فیلمای دیزنی هستش، مثل همین های اسکول میوزیکال، ببینید خود بچهای بیرون ایران، مثلا خود آمریکایی ها هم میگن که مثلا کاش دبیرستان ما اینجوری بود، کاش مثلا کالج من اینجوری بود، کاش اینا همه واقعی بود. خیلی قابل اعتماد نیستش دیگه. و اما آخریش که خیلی از شما میدونن برای اون کاراکتر کلیک کردید، خانم رابه اسکوی، داستان من رابه اسکوی این بودش که